شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین الملل و سیاست خارجی از دانشگاه ویرجینیا تک اینجا در استودیو با ماست. چقدر فکر میکنید همین نگرانی از چین و وضعیت در اقیانوس آرام هستش که شاید باعث میشه آمریکا محتاطانه تر واکنش نشون بده مثلا به گروه های نیابتی ایران؟ نه تنها وضعیت چین، چون که وضعیت جهانی تغییر کرده و حالا قبل اینکه وضعیت جهانی رو به دمه صحبت کنم، اجازه بده دمه صحبت کنم که چرا الان آمریکا توی موقعیتی قرار گرفته نمیتونه جواب بده در خاورمیانه. در خاورمیانه شروع کنیم، بعداً به جهان برسیم. خاورمیانه سیاستی که اوباما شروع کرد وقتی بهار عربی رخ داد، وقتی که در بهار عربی بعد از در کشور سوریه، در حتی مصر، سیاستی که آمریکا لازم بود انجام بده، اوباما اومد یه سیاست جدید رو گذاشت و گفت ما از خاورمیانه خارج میشیم و تمرکز رو بیشتر بر رو چین. و اون همراهان آمریکا یا کسایی دولتایی که با آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم هم پیمان بودن رو کنار گذاشت و اومد با جمهوری اسلامی مذاکراتی کرد و اونجا خب می‌دونید برجام رو امضا کرد و بعد و اون سیاستی که اوباما شروع کرد، بایدن شد وارث اون سیاست. حالا نه تنها بایدن، وقتی بایدن به قدرت رسید، می‌دونیم هر رئیس جمهوری که به قدرت میرسه اون کابینه‌شو که تشکیل میده، تو برای اون کابینه به طرف مقابلت میگی که من سیاستم چه جوریه. وقتی بایدن رسید خیلی برای من جالب بود که تمام اون کسایی که مشاورین و کسایی که با اوباما کار کردن، دقیقاً همه اونا رو گذاشت تو کاخ سفید و با همه اینا کار کرد، برخلاف ترامپ. ترامپ وقتی که اول رسید، خب می‌دونیم ترامپ خیلی از کسا رو عوض کرد تو آفیس خودش، ولی وقتی که به قدرت رسید یک شخصیتای رو آورد که قشنگ پیام رسون که اینا کسایی هستن که میتونن جنگ اعلام کنن علیه جمهوری اسلامی. و اون شخصیتایی که در کابینش بودن اعلام اینو میکردن که جمهوری اسلامی که میدونی فقط با زور کنار میشینه، اینو نشون میده. ولی بایدن از روزی که به قدرت رسید با اون وارث تاج و تخت اوباما شد، آمریکا رو به اینجا رسونده که میبینیم که الان برمیگردیم به قضیه جهانی، تو یک موقعیت جهانی قرار داره که از یه طرف نمیخواد جنگ اوکراین رو که باعث شده خب مشکلات بیشتری هم برای بایدن پیش اومده، برای اروپا پیش اومده، در مورد جنگ یکی از اعضای ناتو صحبت میکنه، ممکن روسیه به اعضای ناتو حمله کنه، در مورد بریکس صحبت میکنیم که الان جلسش در مسکو بوده و سعی کردن اعضای بیشتری رو جذب کنن روسیه و چین، در مورد موقعیت‌های فرانسه و هندوستان صحبت میکنیم و در مورد موقعیت اقتصاد جهانی صحبت میکنیم. تمام اینا باعث میشه آمریکایی که ابرقدرت جهان و جهان تک قطبی رو ما داشتیم بعد جنگ جهانی سرد، الان داره جهان چند قطبی میشه و این باعث شده که آمریکا واقعا در سطح جهانی با اینکه قدرتمند، ولی اون قدرت چون که استفاده نکرده الان در حالت ضعف قرار داره. و این باعث شده که بایدن الان چند روز داره فکر میکنه خب من چه جوابی بدم که جنگ گسترده تر نشه، چون که خودشو به عنوان کسی که حامی اسرائیل در این مجبور میدونه که فشار بیاره به میدونیم نتانیاهویی که الان در داخل هم بهش فشار وارد میشه از طرف راست رادیکال و از طرف اسرائیل، آمریکا هم بهش فشار وارد میشه که جنگ غزه رو سریعتر به پایان برسونه. و آمریکایی که از روز اول شروع جنگ میگه من نمیخوام تنش گسترده تر بشه، جنگ وسیع تر بشه، و این پیام رو رسونده به گروه های ملیشیایی و جمهوری اسلامی، باعث شده ما امروز اون مرحله رو ببینیم که از خط قرمز آمریکا رد بشن. و اگر الان جواب محکمی داده نشه، این یعنی که کشتن نظامیان آمریکایی در خاورمیانه نرمال، یعنی یه حالت طبیعی تبدیل میشه و اینجا زنگ خطر برای آمریکا. یا برای همین الان رئیس جمهور در حساس ترین موقعیت تاریخی قرار داره. حالا بماند، قبل اینکه بیان برنامه می‌دیدیم کتاب حزب الله در عراق گفته ما حملات به پایگاه نظامی آمریکا رو متوقف می‌کنیم. اتفاقا با شرفتون تو کامل یعنی پشت سر ما دارید می‌بینید پاتریک رایدر سخنگوی پنتاگون هم داره به خبرنگاران پاسخ میده. من از روی توییتر که دارم دنبال می‌کنم، یکی در میون یک در مورد واکنش رئیس جمهوری آمریکا دارم می‌پرسن که جوابای خیلی محتاطانه میدن، میگن پاسخ خواهیم داد اما نمی‌خوایم جنگ افزایش پیدا کنه. و دو، در مورد همین اتفاقا هم بیانیه کتاب حزب الله که روی کانال تلگرامیشون هست صحبت میکنن. سخنگوی پنتاگون گفته که اقدامات بلندتر از حرف شنیده خواهند شد، مقصود به واکنش کتایب خواهد بود در روز و هفته های پیش رو. چقدر فکر میکنید که این احتمالاً یک بدبستانی ممکنه بین ایران و آمریکا باشه که واکنش آمریکا رو تا اندازه مهار بکنه؟ اینکه خب میدونیم اگه حمله کنه به کتایب، به پایگاه های این شبه نظامی، اینجا تأثیر آنچنانی نخواهد گذاشت، یعنی این روتینیه و تکراره. و اینکه این کتایب هم میدونن خب حمله خواهد شد به پایگاهشون، از الان میگه خب ما متوقف کردیم به خاطر اینکه هیمنه عراق و حکومت عراق رو حفظ کنیم، یعنی اینکه حکومت عراق نمیتونه جواب بده، ما الان به خاطر حفظ عراق داریم متوقف میکنیم. در حالی که خودشون به نظر اون پیامایی که دارید میگی رد و بدل شده، این پیاما باعث شده که اونا پیام رو دریافت کردن. ولی جهتی که باید اینجا آمریکا
آمریکا در نظر بگیره، به نظر من دارن در موردش صحبت میکنن، بزنن شبه نظامی ها نیستن، ایرانه. و برای زدن ایران هم الان دارن موردا رو در نظر میگیرن که داخل خاک ایران بزنیم، موضوع فرق میکنه در داخل دریای سرخ. فکر میکنی میزنن؟ به نظر من خیلی کمه، احتمالش خیلی پایینه که بخون داخل خاک ایران رو بزنن، ولی احتمالش خیلی زیاده که کشتی‌های جاسوسی ایران در دریای سرخ رو بزنن. یعنی چیزی که اسم ایران روش باشه، متعلق به این کشور باشه. فراموش نکنید وقتی که ایران، وقتی که پهپادها پایگاه نظامی آمریکا رو در اردن زدن، اینجا دیگه متفاوت بود. اینجا اردن کشوری نیست مثل سوریه و عراق و یمن درگیر جنگ باشه. اردن یک کشوریه که استقلال یا سروری خاک اردن رو زیر پا گذاشتن و داخل خاک اردنی که آمریکا بعد از 2020 بعد کشتن قاسم سلیمانی نیروهاش رو از قطر آورد به اردن سال 2021 برای اینکه اونجا رو کنترل کنه و شرایطی که اردن داره. یعنی از یه طرف بجز این موضوعات آمریکا و نظامیان آمریکایی، در مورد اردن هم آمریکا الان مسئولیت داره که چقدر میتونه در مورد یکی از همپیمانان خودش در منطقه هم بتونه عکس العمل نشون بده. ولی اینکه به خاک ایران وارد بشه، اینجا اگه وارد بشم، خب میدونیم بعد اینکه پاکستان اومد داخل خاک ایران، نشون داد، من اون روزم تو برنامه‌تون گفتم که اینجا نشون میده که خاک ایران را مگه زیر پا بذارن بعضی از نیروهایی که ایران بهشون حمله میکنه، عکس العمل ایران آنچنان نخواهد بود، چون که قدرتش رو نداره جواب بده. ولی آمریکا چون که نمیخواد پیامو داده، نمیخواد تنش بالا بره، به نظرم خیلی این ضعیفه، نمیتونیم بگیم ممکن نیست، ولی خیلی ضعیفه که بخوام به خاک ایران بزنن. روزهای حساسی است طبیعتاً، رصد میکنیم آنچه را که آمریکا انجام خواهد داد در ساعت‌ها یا روزهای پیش رو. ممنونم از شما شکریو برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی در ویرجینیا تک.